حتما شما هم متوجه شدید که در هر جمع و محفلی هموطنان مدام این سوال رو تکرار می کنند که چرا رژیم برای کمک به سیلزدگان اقدامی نمی کنه. ولی اساسا چرا؟ ورود شبه نظامیان وابسته به سپاه تروریستی پاسداران به ایران برای چیه؟ حمله ملخ‌های صحرایی چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت و نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران آیا به ضرر مردم یا حکومت آخوندها تمام خواهد شد؟ امروز در خدمت دکتر حسین جهانسوز، پژوهشگر شیمی دارویی و عضو شورای ملی مقاومت ایران هستم تا به این گونه سوالات بپردازیم. سلام میکنم خدمتتون دکتر جهانسوز و خیلی ممنونم که برای بحث امروز وقت باز کردید. به رادیو ایراوا مثل همیشه آقای جهانسوز خیلی خیلی خوش آمدید. سلام به شما خانم قفاری، خیلی ممنون که محبت کردید، باز به من فرصت دادید که با شما و شنوندگان عزیز شما صحبت کنم و امیدوارم که هرچه سریعتر بتونیم از شر این رژیم خلاص بشیم و بریم سیستم رادیویی شما رو در ایران داشته باشیم. امیدوارم فضا طوری باشه که بتونیم ما اونجا صدایی داشته باشیم. بعدم نمیاد اونجا این کار رو ادامه بدم آقای جانسوس. حتما بعد از آزادی ایران حتما امیدوارم که فضای دموکراتیکی به وجود بیاد که همه بتونن از این فضا استفاده بکنن. آقای جانسوس، بحث امروز ما در رابطه با هم خبر نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران هست و هم سیلی که متاسفانه هنوز در ایران ادامه داره. به نظر میاد که خبر نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران، البته من اینجور فکر میکنم که خبر سیل رو کمی تحت شعاع قرار داده، در حالی که همونجوری که در خبرها اومده بود امروز سیل و بارش بارانهای شدید همچنان تو ایران ادامه داره. آیا شما رابطه بین این دو میبینید؟ البته لیست‌گذاری سپاه ضربه خیلی خیلی بزرگی بود به رژیم، چون سپاه نیروی اصلی سرکوب رژیمه و همینطور کنترل اقتصادی داره، امنیتی، نظامی و پلیسی رژیم به عهده سپاهه و در واقع حافظ منافع رژیمه و نه حافظ منافع مردم. دقیقا. کل دستگاه در واقع جمهوری اسلامی با این حرکت در لیست گذاشته شده و مشروعیت سیاسی نظام بعد از لیست گذاری سپاه زیر سوال رفت. نیروهای سرکوب رژیم از کارایی و قدرت افتادن و ریزش در بدنش به وجود آمده و به مرور بیشتر خواهد شد، چون این افراد سپاه که امروز ما داریم با افراد سپاهی که در اول انقلاب بود بسیار بسیار متفاوتن. اونا یک سری افراد اعتقادی بودن ولی اینا یک سری مزدورن، مثل امو هشت‌الشعب یا فاطمی، فرق نمیکنه، اینا نوع ایرانیشن. نه خامنه ای خمینیه و نه این افراد سپاه اون افراد سپاه اول انقلابه. به این خاطر فعالیت های گسترده‌ای که این سپاه داره، مثل واردات و صادرات و کارهای بانکی، شرکت های بیمه، کشتیرانی، همه دچار مشکل میشن و شرایط برای سپاه بسیار بسیار مشکل خواهد بود. برای همین هم هست که این جریان های مماشات اینقدر ایستادگی میکردن که جلو به تحریم و لیست گذاری سپاه رو بگیرن و واقعا هم از این مسئلهش از سال 2007 مطرح بود که بذارن توی لیست، ولی مماشاتگرا قادر بودن به خصوص بعد از آمدن اوباما جلو به این لیست گذاری رو بگیرن. و هنوز هم مماشاتگران آقای جهانسوز الان بسیار ناراحت هستن از لیست گذاری سپاه پاسداران و به قول معروف از سوراخ موش بیرون اومدن و مدام اعتراض میکنن به ترامپ. خب آره بایستی. خب اونا تمام تلاش، اونا الان حدود 12 سال از 2007 تلاش میکنن که این کار نشه، بالاخره شکست خوردن. نتونسته. همینطوری که خیلی تلاش کردن که آمریکا از برجام نکشه بیرون ولی کشید. اتفاقا این دولت جدید آمریکا، دولت ترامپ، دولتی نیست که به حرف این چنین افرادی گوش بده، برنامه خودش داره و داره جلو میره. در مورد این سیلم واقعا ماهیت ضد مردمی و ضد ایرانی رژیم کاملا آشکار شد. اگر هنوزم افرادی بودن که شک داشتن به اصطلاح ضد مردمی بودن و ضد ایرانی بودن این رژیم، دیگه در جریان سیل کاملا واضح شد و به هر حال سیل باعث شد که رژیم از نظر دیدگاه مردمی در داخل ایران تضعیف بشه. مردم دیگه هیچ کس بهش علاقه‌مند نباشه، چون ماهیت واقعیشه پی بردن. از نظر لیست گذاری هم باعث شد که در سطح بین المللی، در سطح منطقی و همینطور در داخل ایران موقعیتش متزلزل بشه. بنابراین میشه یک شباهتی به وجود آورد بین این دوتا که هر دو حرکت، هم لیست گذاری و هم سیل، باعث تضعیف سپاه و نهایتاً تضعیف
رژیم شد. حالا برمیگردیم دوباره در رابطه با سپاه پاسداران و تاثیر نامگذاری تروریستی سوال هست آقای جانسوز خدمتتون مطرح خواهم کرد، ولی قبل از اینکه به اونها بپردازیم یک سوالی که خیلی مطرح هست اینه که چرا رسانه های غربی پوشش خبری نمیدن به سیل در ایران که این همه به هر حال هم خسارات جانی داشته هم خسارات مالی داشته، و یا اینکه برخلاف اون چه که تو کشورهای دیگه اتفاق میفته تا یک سیل به راه میفته یا یک بلای طبیعی دیگه سریع کمک های انسانی به سوی اون منطقه راهی میشن، چرا برای ایران اتفاق نمیفته؟ ببینیم معمولا رسانه های غربی وقتی زلزله ای میاد هر جای دنیا یا تورنیدو میاد، طوفان های دریایی میاد، سیل میاد، یکی دو بار تو اخبارشان میگن و بعد میرن دنبال مسائل خودشان و معمولا هم خبرنگار میفرستن تو منطقه ببینن که چه اتفاقی افتاده، چون میخوان خودشان با چشم خودشان ببینن و کسی که به اصطلاح اعتماد میکنن این خبر رو بهشان بده. متاسفانه رژیم ایران به هیچ شکلی اجازه نمیده هیچ خبرنگاری به اون منطقه بره، نه تنها اجازه نمیده خبرنگار بره، حتی کسانی که اگه بخوان کمک های انسانی بکنن به اونها هم اجازه نمیده، و بعدم کمک های انسانی معمولا خواست دولتی که زایه طبیعی درش به وجود آمده انجام میگیره، یعنی از طریق صلیب سرخ یا از طریق هلال احمر و مؤسساتی از این نوع. چند تا از این کشورها مثل آلمان و کویت و عربستان کمک فرستادن، ولی متاسفانه دزدان رژیم نذاشتن اینا به دست مردم برسه. حتی کمک هایی که مردم از شهرهای دیگه ایران فرستادن رو اخیرا توی فروشگاه ها پیدا کردن، جعبه هایی بود که توش وقتی جعبه رو باز کردن نوشته بودن هدیه از مثلا بلوچستان به مردم سیل زده. خب یک روزنامه کویتی نوشته بود که ما کمک به ایران فرستادیم ولی نمیدونیم چی شد که به دست مردم اصلا نرسید. ولی خب افراد هستن مثل این دلغک سیاسی رژیم ظریف میگه که آره تحریم باعث شده که اینها به ما کمک نکنن، اصلا اینجین حرف نیست. کشورها حتی پیشنهادم کردن ایران نمیگیره، نمیخواد هیچ کسی وارد اون منطقه بشه و اون منطقه رو بدانه، که چون مصیبت به قدری بزرگه که باعث میشه که به ماهیت کثیفی رژیم پی ببرن و بدانن که چرا این رژیم با وجود این همه ضایعه بزرگ هیچ کمکی به مردم نمیکنه. بنابراین این تقصیر هیچ مؤسسه به اصطلاح مثل صلیب سرخ نیست، تقصیر خود رژیمه که اجازه نمیده نه خبرنگاری اونجا بره و نه نیروی کمکی. مطمئنم خودتونم آقای جانسوز به این موضوع برخورد کردید که توی هر محفل و جمعی که آدم میشینه با ایرانیا این سوال از طرف هموطنان به کرات مطرح میشه که چرا حکومت آخوندها هیچ کمکی، خودش حالا خارجی که نمیگذاره به کنار، ولی چرا خودش به مردمی که در مناطق سیل زده هستن کمک نمیکنه؟ اخیراً آقای مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت یک پیامی دادن، پیام شماره 12، و در اونجا تو یک قسمتش اشاره کردن به این موضوع، گفتن رژیم نمیخواد به مردم کمک کنه تا مردم گرفتار حل مسائل خودشان بشن و به این طریق به فکر قیام و سرنگونی نیفتن، مردم رو به اصطلاح مشغول نگه میداره. همینطوری که با به اصطلاح شرایط اقتصادی به قدری خرابه که مردم دو تا سه تا کار دارن دیگه توان حرکتی ندارن واقعا، بجز اینکه یک نونی روی سفره خودشان بذارن نمیتونن به چیز دیگه فکر کنن. در اینجا هم به هیچ شکلی رژیم کمک نکرده، نه تنها کمک نکرده بلکه افرادی که اونجا شوراهای مردمی به وجود آوردن که خانم رجوی در همون اولین روزی که سیل آمد از جوونا و مردم خواست که شوراهای مردمی به وجود بیارن، بعد شوراهای مردمی در خدمت مردم باشن، گروه های مختلفی به وجود بیارن، تشکلات مثلا فرض کنید یک گروه پزشکی به وجود بیارن، یک گروه به وجود بیارن که غذا تهیه کنه، یک گروه نون بپزه، گروه های مختلف. نه تنها کمک نمیکنن بلکه میان این شوراهای مردمی رو افرادش دستگیر میکنن، حدود 30 نفر رو فقط در همون منطقه خوزستان دستگیر کردن، بردن زیر شکنجه و زندان و اینا، برای که رژیم واقعا از تشکلات مردمی وحشت داره، میدونه که نهایتا این همبستگی ها باعث میشه که رژیم سرنگون بشه، به این خاطر تمام تلاشش در همشکستن این پیوندهای مردمیه و سرگرم کردن مردم با مسئله روزمره معمولی. ولی چقدر نظریه بیجایی است آقای جهانسوز، چون معمولا وقتی یک اتفاق بدی میفته برای حالا فرق نمیکنه در کجای جهان باشه، هر جا که باشه، مردم بیشتر نزدیک میشن به هم تا اینکه از هم دور بشن، و فکر نمیکنم فرضیه درستی باشه برای آخوندها برای در رفتن از قیام. آره مردم دیدیم به هم نزدیک هم شدن، مردم الان در اثر ایران از همه جا میان کمک میکنن، حتی
مثلا چون آب ندارن، غذا ندارن، میبینیم به صورت مثل کولبری به پشت هاشان جوونا غذا و مواد ضروری برای مردم هر منطقه رو برمیدارن، از کوها قدم میزنن میارن به اینها میرن. رژیم هیچ کمکی نکرده، نه قایقی در اختیاری نگذاشت. پس اگه شما میدونید که این رژیم چقدر دستش در این مورد بازه. وقتی که یک رژیم بتونه سپاه پاسداران بتونه سد سازی کنه، بتونه جاده سازی کنه، بتونه فرودگاه بسازه، راه هم بسازه، بنابراین ماشینای سنگین بسیار بسیار زیاد در اختیار داره که میتونه بده اونجا. مردم با بدنهای خودشان، بچهای کوچیک با دستهای خودشان میامدن سیل بند میساختن، چون یک مقدار زیادی از این آب که آمده بود اونجا آبی بود که باید میرفت حورالعظیم، منطقه‌ای که رژیم یک تالابی بود که خشکش کرد چون می‌خواست از توش نفت در بیاره، به چینی‌ها اجاره داده بود، بنابراین چینی‌ها گفته بودن برای که ارزون تمام بشه اینجا رو خشک کنیم، تمام تالاب را خشک کردن، مقدار زیادی از مردم که در اطراف تالاب زندگی می‌کردن آبشین داشت، همه اونها از اون منطقه کوچ کردن و الانم اجازه نمیده که آب وارد اون منطقه بشه. میاد صد شکنهایی هم که مردم با زحمت میسازن با دست خودشان یارم میشکنه تا آب به طرف مزارع مردم بره. یعنی واقعا ماهیت ضد بشری که این رژیم نشون داده در تاریخ اصلا نبوده. تا به حال ما این چنین چیزی نه در ایران نه در هیچ نقطه جهان ندیدیم. دقیقا همینطوره. آقای یزدان حاج حمزه، آقای جانسوز همرزم خودتون در شورای ملی مقاومت همیشه میگن آخوندها ایران رو به عنوان غنیمت نگاه میکنن و به خاطر همین هست که اصلا هیچ احساسی نسبت به ایران ندارن، برای همین هست که کمک نمیکنن. درسته، کاملا درسته. حالا در کنار این بحران سیلی که هنوز در ایران وجود داره، آقای جانسوز، خبر هست که 6 استان ایران هم گرفتار حمله ملخ ها شدن. چه خبری دارین برامون در این رابطه؟ آره، متاسفانه این خبر درسته. 6 تا از استانهای جنوب ایران در معرض هجوم صدها میلیون از این ملخ ها قرار گرفتن و اون جوری که متخصصین میگن ماه اردیبهشت فصل تخمریزی این ملخ هاست که خب میلیارد ها ملخ بعد از اون شروع میکنن بخواهی ملخ های مثلا گیاهخوار. خب این رژیم هم جانوران آدمخوار مثل هشت و شعب میاره به ایران و هم ملخ های گیاهخوار و تا به حال باعث تقریب هزاران هکتار از اراضی کشاورزی شدن. حتی محمد رضا درگاهی رئیس سازمان حفظ نباتات رژیم به این مطلب اعتراف کرد، گفت با وجود نامنگاری و درخواست ها از وزیر کشور و سازمان مدیریت بحران هیچ اعتباری به این موضوع تخصیص داده نشده. او گفت 6 استان خوزستان، بوشهر، فارس، هرمزگان، جنوب کرمان و سیستان بلوچستان مورد حمله ملخ‌ها قرار گرفتن و اگر کنترل نشوند، این حرف همین درگاهیه، میگه اگر کنترل نشوند امنیت غذایی کشور را به خطر میاندازند. خانم رجبی هم گفتن در حالی که فاجعه سیل ادامه داره، مردم جنوب و شرق ایران و کشاورزان تهیدست با هجوم گسترده ملخ روبرو شدند و ایشون از سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل خواستن که برای سمپاشی به کمک کشاورزان ایران بشتابن، چون میدونن که از خود ایران که خبری نمیشه. و دقیقا درست میگی. منم یه خبری دیدم، آقای جهانسوز گفته بودن از قبل اصلا اعلام شده بود، هشدار داده شده بود که ملخ ها به این سمت در حال حرکت هستن، ولی خب مثل تمام موارد دیگر که در ایران آخوندها اهمیت نمیدن، این موضوع رو هم همجور سرسری میگذرونن دیگه، فقط بلدن شعار بدن. آقای جهانسوز، میگن این ملخ ها اصولا ملخ صحرایی نام دارن، ولی برخی رسانه های معلوم الحال فارسی از صفت ملخ های عربستانی استفاده میکردن. آیا شما دلیلی دارین برای این کار؟ چرا همه چیز رو اینا وصل میکنن به عربستان؟ من نمیدونم، شما میدونید چرا؟ اینا خب همیشه دشمن تراشی باید داشته باشن، که دشمن تراشی بکنن که تا به اصطلاح مردم رو به طرف دشمن واهی سوق بدن. همیشه از این کارها میکنن، هر چیز بد از اون طرف میاد. اون موقعی که به خاطر همین خوش کردن حورالعظیم که چاه نفت زدن و دادن اجاره به چیتا، این گردریزها بلند شد و تمام خوزستان رو چندین بار واقعا خاک همه جاش گرفت، برای مردم مشکل زیادی بود. اینا میگفتن که این خاک ها از عراق میاد، همیشه بلا از جاهای دیگه میاد. حتی یکی امام جمعه اونجا میگفت که تازه باید خوشحالم باشین چون این خاکش تبرک از کربلا.
بدهکار هم شدن مردم. اوه همیشه از این کارا میکنن چیز جدید. درسته. شما تو صحبتتون گفتین آقای جهانسوز که اعضای حشد و شعبی و حتی فاطمیون و نیروهای دیگری که وابسته به سپاه پاسداران هستن وارد ایران شدن. البته رژیم میگه برای کمک به سیل‌زده ها است. پس این موضوع حقیقت داره نه؟ بله بله، متاسفانه وطن فروشان جمهوری اسلامی تعدادی از این مزدوران حشد و شعبی را با پرچم عراق و با سلاح از مرز مهران به خوزستان آوردن. ظاهرا میگم برای کمک به سیل‌زدگانه. خب سوالیه که چرا پاسدارها و بسیجی ها و ارتشی های خودشان نیامدن کمک کنن و یک عده افراد وحشی و تروریست حشد و شعبی را آوردن اگر واقعا هدف کمک بود؟ ثانیا اینها که بجز آدم کشی و جنایت هنر دیگه ای ندارن، تخصص اینا چیه که بخوان چیکار کنن؟ کمک کنن. و بعدم اگر اینا برای کمک آمدن چرا با اسلحه و زره پوش و صدها ماشین های سنگین نظامی و با پرچم حشد و شعب و پرچم عراق آمدن اینا؟ این کار باعث ننگ یک رژیمه که اجازه میده یک مش تروریست آدمخوار وارد کشور بشن. و سخنگوی مجاهدین در این مورد از جوانان خوزستان خواست که این جنایتکاران را از کشور بندازن بیرون، اینا را بیرونشان کنن. علتی که پاسدارهای خودشان را نمیبرن، بالاخره ببینین 28 تا استان ایران دچار سیل‌زدگی شده و خب تعداد زیادی از اینا خانواده های همین خود پاسدارا هستن. اگر پاسدارا برن تو منطقه ببینن که واقعا چه ضایعی به وجود آمده و رژیم هیچ کاری برای اینا نمیکنه، بالاخره از این 100 تا پاسدار یک 20 تا 30 تاش مغزشان رو به کار میندازن، ببینن که این چی رژیمیه که به اصطلاح این همه جنایت میکنه و باعث میشه که نیروهاش بیشتر ریزش کنه. به این خاطر میره از نیروهای خارجی میاره و نیروی خودش به خصوص ارتش اینا رو همه رو کنار کشیده. چون ارتش اگه یادتون باشه در جریان زلزله پل ذهاب رفتن کمک کردن و بعد بعضی هاشان در ویدیوهایی بود که خیلی خیلی ناراحت بودن برای این مردم و حسابی به اینا کمک میکردن. بی خاطر اینا رو کشیدن بیرون، نمیخوان که باعث به اصطلاح ریزش نیروهای خودشان بشه و یک مش وحشی رو بردن که واقعا یک وطن فروشی مطلق. آیا فکر میکنین رابطه بین نامگذاری تروریستی سپاه نداره آقای جهانسوز؟ چون به نظر من شاید اینکه اینا چون در عراق هستن به هر حال آمریکا دستش بازتر برای حتی دستگیری این افراد به خاطر کمک به سپاه، ولی اینا اگه وارد ایران بشن خب دستش بسته است برای دستگیری این افراد. این نظر را من دیدم جاهای چنین مسائل را مطرح میکنم، ولی خب تعدادی که به ایران آوردن با تعداد کل اینا که در عراق هستن قابل مقایسه نیست. بنابراین اگر هدف او بود که آوردن اینا برای که از چنگال به اصطلاح آمریکا درشان بیاره میخواستن بکنن، باید همه اونا رو میوردن که این چنین حرکتی و این چنین کاری نکردن. چون اینا به اصطلاح یک ارتش هم برای خودشان در عراق، حتی خود قاسم سلیمانی یک بار ادعا کرد که از ارتش عراق هم اینا قوی تر هستن. فکر نمی‌کنم اون مسئله باشه. آره، بس موضوع اصلی موضوع قیام هست در ایران. بله، فقط موضوع قیام و موضوعی که نیروهای خودشان نیارن چون باعث ریزششان میشه. آقای جانسو، شما اشاره کردید که از دید مردم هم رژیم و هم نیروی تروریستی سپاه تضعیف شده هستن. سوالم این است که آیا نامگذاری تروریستی سپاه چه تأثیری در کل نظام داشته؟ آیا این امر باعث در واقع اتحاد جناحای رژیم شده به همدیگه، چون قصد داشتن با مثل اون زمانی که قصد داشتن با لباس پاسداری پوشیدن اتحاد خودشون رو مثلا نشون بدن، یا نه؟ ببینین چون سپاه یک نیروی اصلی سرکوب و صدور تروریسم هست، تضعیف سپاه یعنی تضعیف کل رژیم جمهوری اسلامی. این لباس پاسدار پوشیدن اصلاح طلبا هم که در واقع حقانیت شعار مردم را که یادتان است موقع قیام میگفتن اصلاح طلب اصولگرا دیگر تموم ماجرا را به اثبات میرسنه. اصلا چیزی به نام اصلاح طلب وجود نداره. از اول تشکیلی اصلاح طلب ها مقاومت به خصوص خود آقای مسعود رجایی گفتن اصلا مسئله‌ای به نام اصلاح طلب وجود نداره، اینا برای گول زدن مردمه. وقتی یکی از همین اصلاح طلبا را شاید بگیم اولش شروع کرد، خود رفسنجانی بود. در زمان رفسنجانی جنایت و به اصطلاح کشتن مردم، ترور در داخل ایران و در خارج ایران از هر زمانی بیشتر انجام گرفت. ظاهرا هم خیلی حالت اصلاح طلب داشت. بعد از او خاتمی آمد که ظاهرا اصلاح طلب بود، ولی در جریان قیام دانشجوها در سال 1378 بود که اون موقع اون قالیباف رئیس انتظامات بود، به قالیباف گفته بود برو هر کاری میخوای بکن،
هر کاری میخوای بکن. بعد اینا هم رفتن دانشجو رو از حتی طبقه بالای بالکنی از خوابگاه ها انداختن پایین و کشتن و زدن. اینا این روحانی هم که خودت میدونی که ظاهرا اصلاح طلبه، این هم 16 سال رئیس همین شورای امنیت رژیم بود که تمام تصمیم های مهم خارجی و داخلی در گرفته میشه. بعد از این 16 سالش هم تمام شد، 8 سال هم نماینده خامنه ای در این شورای امنیت بود. اصلا چیزی به نام اصلاح طلب وجود نداره. بنابراین پوشیدن لباس و اینا هم همه به دستور خود خامنه ای انجام گرفته. حتی این رادیو تلویزیون چی هاش هم همشان لباس چیز پوشیدن لباس. بله. اینستاگرام شروع کرده به اصطلاح سران پاسارا رو همه رو حذف کرده به اصطلاح ساکتشنه. و بعد این جالبه که اینایی که با لباس پاسداری افتخار میکنن خودشان رفتن لباس پاسداریشون در آوردن لباس شخصی گذاشتن. خب. بله اصلا پستای قبلشون هم که در تو با حمایت از سپاه بوده برداشتن آقای جانسوس. آره اونا رو برداشتن چون خب بنابراین خود پاسدار داره در میره. حالا یک نفر دیگه مثلا میاد مثل این مجلس. مجلس البته اونا میگن بازگردد هر کسی به اصل خود. آره اینا به اصل خود برگشتن. اینا وقتی لباس پاسداری پوشیدن یعنی در واقع لباس درست حسابی هم لباس خودشون رو پوشیدن. آره لباس خودشون رو پوشیدن. اینا کار جدیدن. فقط تنها چیزی که کم داشتن که عکس یک کم ناقص بود بنظرن شلاق هایی بود که باید به دست میگردن. شلاق هایی که وقتی در شکنجهگاه ها به بدن دختران و پسران جوان و مادرها و پدرها میزدن اونها رو اگه داشتن عکسشان کامل میشد. دقیقا همینطور. اشاره کردید که اینستاگرام حساباشون رو بسته. آقای جانسوز در توییتر و فیسبوک هم بسته شده برخی از حساباشون و همینطور تعدادی از سایت های انگلیسی و ایتالیایی رژیم هم مسدود شده از جمله پرس تیوی. و همینطور امروز دیدم سایت سپاه پاسداران به نام sepahnews.com هم مسدود شده و سایتشون باز نمیشه. حسابی افتادن به جون این پاسدار آقای این رشته سری دراز دارد. بله این هنوز آغازشه. دقیقا همینطوره. ولی در ادامه بحثی که داشتیم آقای جانسوز در رابطه با این مماشاتگران که همیشه به داد رژیم میرسیدن و حمایت میکنن از رژیم، توی برخی از رسانه‌های معلوم الحال فارسی و همینطور مماشاتگرانی که در بالاخره جایی مختلف هستن کار میکنن، از پیامدهای اقتصادی نامگذاری تروریستی سپاه در ایران میگن که میگن وضعیت اقتصادی در ایران رو بدتر میکنه. سوالم این است که این گفته چقدر درسته و به نظر شما کدام طرف، مردم یا رژیم، بیشترین زیان رو از این نامگذاری خواهند خورد؟ مردم هیچ موقع که پول وارد ایران شده منفعتی نبردن. ببینید مسلما لیست گذاری سپاه به عنوان یک تشکل تروریستی پیامدهای هم سیاسی داره و هم اقتصادی برای رژیم. ولی باید به این فکر کنیم که وقتی که دولت اوباما، بعضی ها میگن 150 میلیارد، من از خود ترامپ شنیدم 150 میلیارد دلاری که در بانک ها توقیف شده بود را آزاد کرد و اینو به رژیم داده و علاوه بر این 1.8 میلیارد دلار هم پول نقد که این کار را هیچ دولتی تا به حال در کره زمین انجام داده، پول نقد را توی صندوق گذاشتن با هواپیما بردن تو تهران به اینها تحویل دادن. یکی نفر باید از خود سوال کنه این پولا کجا رفت؟ کجا یعنی پولها؟ آیا وقتی این پول ها آمد وضع اقتصادی مردم بهتر شد؟ آیا گوشت قیمتش ارزون تر شد؟ آیا حقوق مردم بیشتر شد؟ آیا کار بیشتر تولید شد؟ نه هیچ کدوم اینا. بنابراین اگر پول وارد کشور بشه فقط خرج سرکوب در داخل ایران میشه، خرج خرید سلاح های بیشتری برای سرکوب و در خارج از کشور هم که به نیروهایی مثل حزب الشیطان، همین حشد الشعب و سوریه میلیاردها دلار اینا هزینه کردن در سوریه. حتی نفت اینا ماهی در حدود 200 میلیون دلار اینا نفت فقط به مجانی به سوریه میدادن، فقط نفت غیر از هزینه های دیگه که اگر ضرب در 12 بکنید تقریبا بیش از 2 میلیارد در سال میشه نفت میدادن. بنابراین اینا هیچ موقع اگر پولی وارد ایران بشه هزینه مردم نمیشه. یا به حساب شخصشان اختلاسگرایی هم که هرکی که من و شما که نمیتونیم بریم اونجا اختلاس کنیم. مردم عادی میخوان 1 میلیون تومان وام بگیرن باید 10 تا امضا ببرن برای بانک که شاهده و نمیدونم ضامن و اینا که بتونن 1 میلیون بگیرن. اینا میلیاردها دلار پول میگیرن با خودشان بلان. یکی از اون هم که خب آمده به کانادای شما مشهورترینش که 3 میلیارد دلار رئیس بانک مرکزی دزدید. ببین اینا هم نمیتونه یک نفر، این چیزی نیست که یک نفر بدزده یک نفر بده. اینا همشون به شکلی به سیستم بیت رهبری وابسته هستن. به این خاطر خب رژیم تبلیغ میکنه، رژیم میگه آره ای باعث میشه، یا هواداران رژیم باعث میشه که مردم شرایطشون خب
الان این رژیم کجا هست؟ مردم رو سیل زده. خب غذا ببرید به اینا، آب ببرید، دکتر ببرید. این ویدیو یک نفر میگفت که ما برای سیلبند خاک لازم داریم. خاک هر کمپرسی که میاره میگه 200,000 تومان به ما بدین. از کجا بیاریم خاک؟ خاک 200,000 تومان. میگه بعدم کیسه نداریم. یکی دیگه ویدیو بود میگفت که چادرهایی را که از کشورهای خارجی آمده که به ما میخوان بدن، هلال احمر میگه هر کدوم 500,000 تومان، 500,000 تومان بدی چادر بهت بدیم. خب بنابراین بایستی مردم یک کمی بهتر فکر کنن. بهترین مثال به نظر من همون پولیه که 150,000 دلار زمان اوباما آمد. اگر او یک دلارش به دست مردم رسید، از این به بعد هم به دست مردم خواهد رسید. الان این روزا آقای جهانسوز در شهر اتاوا، امروز که شنبه هست، فردا هم یک شنبه هست، هشدار دادن که سطح آب چون بارندگی زیاد هست بالا خواهد رفت در رودخانه که در شهر اتاوا هست و برخی مناطق اتاوا قرار سیل بیاد. ولی از چند روز قبل کیسه های شن تحویل مردم دادن و حتی داوطلب میپذیرن که کمک بکنن. به هر حال یک فعالیت هایی میکنن، ولی در ایران متاسفانه این اتفاقات نمیفته و وقتی هم که عمل انجام میگیره و سیل میاد، اصلا مثل اینکه مقامات نظام فقط منتظر چنین موقعیت هایی هستن برای نشون دادن خودشون. میرن مثلا با اون وضع خنددار و واقعا چندشاور میرن توی آب، مثلا وای میسن عکس میگیرن. خیلی توی یعنی آب رفته بودن نمک پاشیدن بر زخم مردم. توی آب رفته بودن نوحه میخوندن و سینه میخوندن. بله 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 واقعا فکر میکنن یک کارای احمقانه و چندشاوره که هیچ احمقی واقعا این کارا رو انجام نمیده. و بعدم دولت کانادا را که نمیشه اصلا با ایران مقایسه کرد، یک رژیم بسیار مردمی داره، یک دولت داره که مردم انتخاب کردن و مردم ازشان سوال جواب میکنن و اونها هم وظیفه خودشان رو خوب میدن. یک رژیمیه که آمده غصب کرده ایران رو، غصب کرده ایران رو، دزدیده انقلاب رژیم. بنابراین یک جنایتکار مثل او جنایتکاری دیگه مثل القاعده و اینا وقتی که یک نفر رو میدوزن برن هر بلایی سرش میارن. اینا الان واقع داعش منظورتون؟ داعش، بله داعش بود. داعش خب این دخترها و زنهای چیز رو از عراق دزدیدن بردن، اینا هر بلایی سرشان میارن. اینا رو اصلا به عنوان یک بلند از این شخص به اون شخص میفروختن به 50 دلار 20 دلار، بعد اون به یکی دیگه میفروخت 50 دلار. اصلا به عنوان انسان با اونا برخورد نمیکنه. دقیقاً همینطوره. آقای جانسوز، روز چهارشنبه 28 فروردین خامنه ای یک جلسه داشت با این سرکردگان نیروهای نظامیش و بهشون گفت که دشمنان به دنبال برهم زدن آرامش مردم از طریق مضطرب نشان دادن نیروهای مسلح هستند. میخوام از حضورتون بپرسم نامگذاری تروریستی چه تأثیری داره روی جنبش مردمی در داخل کشور؟ نامگذاری تروریستی که خب باعث تضعیف رژیم شده هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی و مشروعیتش هم در سطح جهانی افتاده پایین. در تعادل قوای منطقه هم در سطح پایین تری قرار گرفته بعد از لیست گذاری. امکان نیروگیریش هم در داخل کشور و در هم منطقه با این حرکت کمتر شده. هرچی در منطقه و در ایران رژیم ضعیفتر بشه، همینطوری که بارها رژیم خودش هم گفته که اگر در عراق و سوریه نجنگیم باید در تهران بجنگیم، شرایط رژیم در داخل ایران هم چیکار میشه؟ بدتر میشه. یه چیزی بود که رژیم نمیخواست. رژیم نمیخواست هیچ موقع. رژیم میخواست همیشه مسائل رو در خارج کشور نگه داره و به اصطلاح جنگ رو به داخل ایران نکشه. با فشار اقتصادی و سیاسی و محدودیت‌های رفت آمد مثل قطع پرواز ماهان ایر و تحریم کشیرانی، تحریم شرکت‌های بیمه، رژیم در شرایط واقعا بسیار دشواری قرار گرفته و روز به روز هم شرایطش بدتر میشه. فاجعه سیل هم ماهیت ضد بشری، ضد ایرانی رژیم رو به خوبی نشون داد و با آوردن این هشبر شعب توهین بزرگی هم رژیم به مردم ایران کرد. تضعیف رژیم یعنی تقویت جنبش مردمی. مثل یک پله ترازو منه، یک طرف که بیاد پایین یک طرف دیگه میره بالا. این تشکیل شوراهای مردمی هم که به خواست به اصطلاح خانم مریم رجوی به وجود آمد باعث نگرانی شدید رژیم شده. به این خاطر هم الان حمله میکنه به همین جاهایی که به اصطلاح شوراهای مردمی تشکیل شده، افرادی را که فکر میکنه حالت رهبریت دارن و میتونن سازماندهی بکنن، ارگانیزیشن به وجود بیاره، اینا را دستگیر میکنه. بنابراین وحشتی که اینا دارن این که این شوراهای مردمی در آینده جنبش و قیام رو چکار کنن؟ کنترل کنن و سازماندهی کنن. به این خاطر شرایط جنبش داره روز به روز قوی تر میشه، چون رژیم که دشمن اونها هست و در طرف دیگه قرار گرفته ضعیف تر میشه.
دقیقا با توجه به اینکه آقای جانسوز مقاومت ایران تنها گروه ایرانی بود که خواهان نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران بوده، ما از نقش مقاومت ایران خب زیاد میشنویم که نقش بسزایی داشته توی این نامگذاری. میخواستم ازتون بپرسم مقاومت ایران دقیقا چه فعالیت هایی توی این زمینه داشته توی این سالها؟ مقاومت ایران از روز اول به قدرت رسیدن این رژیم با دیکتاتوری او شروع کرد به مقابله کردن، و برای همین هم بود که وقتی آقای رجوی کاندید شد از طرف سازمان مجاهدین برای ریاست جمهوری، خمینی به اصطلاح فتوا داد و ایشون را کنار گذاشت. قبل از 30 خرداد 60 که کار سیاسی میکردن و با افشاگری ماهیت ضد بشری رژیم را به مردم و جهانیان نشون میدادن، بعد از 30 خرداد که به اصطلاح نقطه عطفی بود، سرنگونی رژیم در دستور کار مقاومت قرار گرفت و بدون وقفه در این راه کار شده، کار شبانه روزی شده. واقعا وقتی میگم کار شبانه روزی به معنی واقعی کلمه است. یکی از کارهایی که خب مقاومت کرد، وقتی خمینی میگفت جنگ جنگ تا روز قیامت و به اصطلاح حتی یک نفر اگر مونده باشه بازم میریم به جنگ، ریختن به اصطلاح جام زهر صلح به گلوی خمینی شیاد و جلاد یکی از کارهای مهم مقاومت بود. یکی دیگه بعد از او افشای برنامه ساختن بمب اتمی رژیم که نهایتا منجر به ریختن جام زهر برجام به گلوی خامنه‌ای شد. افشای جنایت ها، عملیات های تروریستی سپاه پاسداران تو منطقه و سایر کشورها به مردم جهان، کمک بسیار مؤثری در محکومیت رژیم در سازمان ملل، بیش از شاید 65 بار به خاطر نقص حقوق بشر رژیم در سازمان ملل محکوم شد که مجاهدین و مقاومت نقش بسیار مهمی، نقش تعیین کننده داشتن. یعنی در واقع این مجاهدین و مقاومت بودن که رژیم رو در اونجا محکوم کردن. بعد فعالیت شبانه روزی هواداران مقاومت تو کشورهای مختلف، افشای ماهیت جنایتکارانه سپاه ضد خلقی و جنایتکار، اینها قسمتی از فعالیت‌هایی بود که مقاومت ایران انجام داد که نهایتاً منجر شد به لیست‌گذاری تروریستی سپاه. و حالا خواست مقاومت، و این هم اگر یادتان باشه سالهاست، چند ساله که خانم مریم رجوی تو تمام سخنرانی‌هاشان به این مسئله اشاره میکنن، میگن که بایستی سپاه جنایتکار در لیست تروریستی قرار بگیره. و حالا هم که خب خواست مقاومت و خواست خانم مریم رجوی یه که وزارت اطلاعات هم بایستی قرار بگیره، بایستی اینا را از سازمان ملل بندازیم بیرون، بایستی شورای ملی مقاومت که به حقانیت یک تشکل مردمی هست در سازمان ملل جایگزین اینا بشن و به رسمیت شناخته بشن. آره. خب برای که اگر همین خواستا میبخشید کلامتون، همین خواستا فکر میکنم تو همین عرض هفته که الان گذشت در کنگره آمریکا هم ثبت شده، درسته؟ بله بله بله، همیشه کاملاً حرف شما صحیحه. خود به اصطلاح حالا ما که بگیم ممکنه بگن که خب اینا دشمن ما هستند از حرفا، خود سران رژیم میگن که مقاومت و مجاهدین باعث شدن که دولت آمریکا از برجام بیرون بکشه، و حالا میگن مجاهدین باعث شدن که سپاه را در لیست تروریستی بذاره. بنابراین من بایستی بگم که درود بر این مقاومت و بر این رهبران شاهخانو و آقای رجوی که این همه توان دارن که بتونن یک رژیم تا دندان مسلح، یک رژیمی که مماشاتگران سراسر جهان ازشان حمایت میکنن، را اینجوری بلایی سرش بیاره که مجبور بشن بذارن توی لیست تروریستی. دقیقا همینطوره، و ما همین روز رو انتظار میکشیدیم آقای جانز، سالها منتظر چنین روزهایی بودیم که به قول شما این داستان همچنان ادامه داره و ولکن معامله نیستن. نه آقای جانسوس، خیلی ممنونم از توضیحات مبسوطی که فرمودید و وقتی که در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید. براتون در تظاهرات 21 جون فکر می‌کنم در واشنگتن قرار برگزار بشه هم آرزوی پیروزی دارم. حتما حتما، خیلی ممنون که به من وقت دادید، خیلی محبت کردید، خیلی خوشحال شدم از صحبت کردن با شما. همیشه من از صحبت کردن با شما یاد میگیرم بسیار. خواهش میکنم، خواهش میکنم، لطف دارید شما. روزتون بخیر آقای جانسوس. قربان شما، روز بخیر.
همراه ما به پرواز از مرز شب گذشتیم با شوق صبح آغاز. گفتن مقصدی نیست، پول نیست، مرکلی نیست، بی اعتنا نشستیم بر بالهای اعجاز. گفتن مقصدی نیست، پول نیست، مرکبی نیست، بی اعتنا نشستیم بر بالهای اعجاز. از برکه ها گذشتیم، رفتیم سوی دریا تا اصل خود رسیدیم. چون ماهیان آسیم از برکه ها گذشتیم، رفتیم سوی دریا تا اصل خود رسیدیم. رفتیم تا نبودن نبودن، با هرچه بود رفتیم، در حیطه‌های آتش آتش سرخ و کبود رفتیم. از خوب و بد گذشتیم، گذشتیم از دیو و دد، گذشتی سوی سفید ها با کشف و شهود.